يك ديوانا هابريزي آن آن را سینا ناگهان گفته که چیکار کنیم؟ گفته یه حبه قندی برداریم، لیوان و نیفم زربین اینی هم داشته باییم. خب بعد ما بیایم اینها را قند را حبه قندها را خرد بکوییم، پودرش کنیم، بعد اینا را بریزیم داخل لیوان آب. خب میگه حالا سوال میپرسه، شما جواب بده به سوالش. شماره 3 را جواب بده. آیا مطمئن تمام ذره های قند رو برداشتید؟ میگه آیا مطمئنی تمام ذره های قند رو برداشتید رفتونه تو لیوان؟ آقا نه. نه. پاسخ خود را با کمک یک ذره بین بررسی کنید. اگه ذره بین بذاریم رو پارچه بذاریم چه اتفاقی میفته؟ به نظر چی میشه؟ پودر قندایی که ورد نداشتیم رو میبینیم. بله، پودر قندایی که در بین این پرزهای پارچه گیر کرده اینا رو میبینیم. درسته، همینه بچا، یه چیز خاصی نداره. بله، بعدشو بخون. 4 ذره های قند را در آب قابل دیدن هم. آیا ذره های قند داخل آب قابل دیدن هستن به نظرت؟ ذره های قند حل بشن؟ نه. صفحه 16 است آقای زیرایی، صفحه 16. نه قابل دیدن نیستن، ذره های قند قابل دیدن نیستن. چرا قابل دیدن نیستن؟ آقا چون که در آب حل میشن. داخل آب حل شدنه. بله، چون داخل آب حل شدنه قابل دیدن نیستن. حالا میگه آزمایشی برای بررسی ادعای خود بگین. مثلا چه آزمایشی شما پیشنهاد میکنین؟ آقا چه آزمایشی پیشنهاد میکنین؟ ما میتونیم اینو چیکار کنیم؟ بخار کنیم. اگه بخارش کنیم، این آب بذاریم رو چراغ بخار بشه، خب بعد چه اتفاقی میفته؟ اگه آب بخار، قندها در ته اون ظرفه باقی میمونه، آبم بخار میشه. پس معلومه که چه شده؟ یا میتونیم اونو بچشیم. البته چشیدن روش مناسبی نیستی، خب در آزمایشگاه چشیدن ممنوعه، اما خب اینجا ما چون خودمون مطمئن هستیم میتونیم اینو بچشیم. پس یکی از راهاش سینا اینه که ما بیایم آب را چکار کنیم؟ آب را بخار کنیم. بخار کنیم. راه دیگه‌اش اینه که ما بیایم اینو بچشیم، که این کارو میتونه انجام. خب حالا بریم رو قسمت بعدی زیر فعالیت. گفته همه موادی که میپوشید بچه‌ها، همه موادی که میخورید و همه موادی که میسوزونید و از اونها استفاده میکنید، خب از ذره های ریزی ساخته شدنه. درسته؟ پس همه موادی را که ما میشناسیم از ذرات ریزی ساخته شدنه. این ذرات خواص مواد را تعیین میکنه. پس خواص مواد چطوری تعیین؟ خواص مواد را سینا چی تعیین میکنه؟ خواص مثلا آب را چه چیزی تعیین میکنه؟ ذرات ریز. بله، این ذره ها خواص مواد را به چا تعیین میکنن. خب کتاب خودش نوشته این ذره های ریز را آیا میتوان مشاهده کرد؟ کتاب نوشته؟ نه این ذره های ریز را ما نمیتونیم مشاهده کنیم. خب ذره های به ذره های ریز سازنده مواد چی میگیم؟ به ذره های ریز سازنده مواد چی میگیم؟ اتم میگیم. خب به ذره های ریز سازنده مواد ما میگیم که اتم. اتم میگیم که اتم ها. بخونش دینا سطر اول، سطر همش اصلا بخون تا به سطر سوم برسید. همه موادی که میپوشید، میخورید، میسوزانید و از آنها استفاده میکنید از ذره های ریز دری ساخته شدن. بله، این ذره ها را، ذره های ریز را میتوان با چشم مشاهده کرد. ذره های ریز را میتونیم با چشم مشاهده کنیم؟ ذره ریز مواد را با چشم میتونیم مشاهده کنیم؟ آقا نه. نه نمیتونیم مشاهده کنیم. خب به این ذره های ریز بخون. اما آنها وجود دارند. به ذره های ریز سازنده مواد اتم میگویند. اتم میگویند. اتم پس الفبای مواده. یعنی چه سینا؟ اتم الفبای مواده هست یعنی چی؟ یعنی هست. بله،
یعنی مثلا یه کار مهم می داخلشون داره. نه یعنی اتم اتم چیه؟ یعنی هر چیزی که میخواد ساخته بشه. خب مثلا شما در نظر بگیرین الان من دارم حرف میزنم، این کلماتی که داری من حرف میزنیم شما دارین حرف میزنین از چه ساخته شده؟ از حروف. از حروف درست شده. حروف درست شده، حروف فارسی درست شده، درسته؟ حالا اتم از حروف فارسی درست شده. وقتی میگیم اتم از حروف، حالا آیا این موادی هم که ما دور برمون داریم از چه درست شده؟ نه اتم. اتم درست شده نه. پس میگیم اتم الفبای مواده. یعنی چی؟ یعنی از اتم ساخته شده. یعنی همه مواد از اتم درست شده نه. مثل همون حروف کلمات. پس نتیجه‌ای که ما میگیریم اینه که ذرات ریزی که مواد رو ساختن بهش میگیم چی؟ اتم. اتم. در واقع اتم اصلی ترین ذره‌های سازنده مواد هستن بچه‌ها. اما پرسش اصلی اینه که اتم‌ها چه ساختاری دارن؟ ساختار یعنی چه سینا؟ میگه اتم‌ها چه ساختاری دارن؟ ساختار یعنی چی؟ آقا یعنی مثلا چه اتم‌ها چه ساختاری دارن؟ یعنی اتم‌ها چه ساختمونی دارن؟ خواص اونها چیه؟ چگونه اونها رو میشه مطالعه کرد؟ تمام این پرسش ها بخونش، تمام این پرسش ها در واقع اتم اصلی ترین بخون بقیش دنبالی. تمام پرسش ها و پرسش های دیگری که به ذهن شما میرسد، ذهن دانشمندان رو سالهای زیادی به خود مشغول کرده بود. بله. آنها یافتن پاسخ به پرسش‌های خود آزمایش‌های زیادی را انجام دادند. بله. اما چگونه ذره‌های غیر قابل مشاهده را مطالعه می‌کنید؟ خب بچه‌ها اینجا ما به این صورت ذره‌های سازنده میگه که این سوالاتی که الان پرسید میگه سالها ذهن دانشمندان رو با خودش مشغول کرده بود. دانشمندان سالهای زیادی میخواستن بفهمن که در واقع اتم چیه، این مواد از چه ساخته شده، خب چگونه اونها رو مطالعه کنن اینا و چطوری اینا رو مشاهده کنن. این کارهایی بود که ذهن دانشمندان سالها به خودش مجبور بود. اما یه فکر کنیدی داره بخونش؟ یه فکر کنیدی بخون؟ فکر کنید. اما انطور که میدانید بخار آب موجود در هوا اتاق را نمی‌بینید، اما می‌توانید که بخار آب در هوای اتاق وجود دارد. بله. پیشنهاد کنید وجود آن را در آن را نشان دهد. خب میگه سینا به نظر چه پیشنهاد میکنی، چه آزمایشی پیشنهاد میکنی که بخار آب موجود در هوای اتاق را ما بتونیم ببینیم؟ چه پیشنهاد میکنیم؟ آقا یه چیزی رو مثلا سنگ خب نکن الان داخل یه اتاقی، الان داخل یه اتاقی که شما هستین و داخل یه اتاقی که من هستم بخار آب وجود داره، چه پیشنهاد میکنید این بخار آب رو ما بتونیم به وجودش پی ببریم؟ بشه کسی میدونه؟ یه رو میداریم مثلا روی کف چی؟ یه سنگی یه وسیله رو میذاریم رو میز اتاق. خب بله بعد چی میشه؟ بخار آب کجاشه؟ اگه سنگی ما بذارم اینجا بخار آب کجاشه؟ ناکن یه پیشنهادی من این میکنم. ناکن نه سینا، یک لیوان سردی آب یخ، یه لیوان آب یخ خب میذارم داخل اتاق، بعد از چند دقیقه میبینم که بیرون این لیوانه ذره های آب تشکیل شده. میگه این لیوانه سوراخ بود؟ نه. نه این لیوانه که سوراخ نبوده. پس این ذرات آبی که بهش چسبیده، این ذرات آبی که به این لیوان چسبیده اومده از کجا اومده؟ آقا بخار هوا بوده. بله این بخارایی که تو هوا بوده به این ظرفه گرفتنه و سرد شدنه و تبدیل به چه شدنه؟ تبدیل به آب، تبدیل به آب شده و این آب رو ما میتونیم بیرون ببینیم. اینو دیدی؟ گاهی دیدی اینه چوری؟ که بیرون یه ظرفه که سرده بیرونش مثلا چه تشکیل شده؟
آب هست؟ بله. خب پس اینجا می‌نویسیم. خب ظرف بنویسید بچه‌ها، ظرف سردی را، ظرف سردی را در هوای اتاق قرار می‌دهیم. داری می‌نویسی؟ آقا بله. ظرف سردی را در هوای اتاق قرار می‌دهیم. پس از چند دقیقه؟ پس از چند دقیقه؟ پس از چند دقیقه قطره‌های ریز آب، پس از چند دقیقه قطره‌های ریز آب روی دیوار خارج ظرف تشکیل می شود. روی دیوار خارج ظرف تشکیل می شود. نوشتی سینا؟ خب بله. که وجود بخار آب را نشان میدهد، که وجود بخار آب را نشان میدهد. ناکن دوباره میگم، ظرف سردی را در هوای اتاق قرار میدهیم. پس از چند دقیقه قطره های ریز آب روی دیوار ظرف، روی دیوار خارج ظرف، روی دیوار خارج ظرف تشکیل می شود که وجود بخار آب را روی آن نشان می دهد. که وجود بخار آب را روی آن نشان می دهد. نوشتی؟ بله. خب سینا خداحافظ شما. میکروفون بله میکروفون خودت قطع کن. میگولی بیاد. حسین میگولی، حسین میگولی بیا. حسین سلام. سلام. سلام آقا، خوبی؟ آره. سینا صدای چی؟ حسین صدای میکروفون تو یکم چکن، خیلی صدا میده. درست کردی؟ آره الان بله الان درست شد. خب میکروفون اگه بزنید این مشکل پیش نمیاد، هنسفری بزنید. خب خب آماده هستی حسین؟ بله. هنسفری پلود نیست هنسفری بزنی؟ نه. خب حالا روزه دیگه هنسفری داشته باش، هنسفری بزن، این مشکل پیش نیاد. اگه صدات زیاد پیچید من مجبورم صدات رو قطع کنم. خب سوال مگه داشتی حسین؟ بله. این داشتین میگفتین مال کجا باید مینوشتین؟ چی؟ اینه که داشتین میگفتین باید کجا مینوشتیم؟ این فکر کنید بود که ما رو قسمت قسمت میگیم جلو. فکر کنید صفحه 16، فکر کنید صفحه 16 نوشتی الان؟ میشه دوباره حسین خیلی میشه بفره آخر کار داخل چی بهم پیام بده، داخل چی بهم پیام بده، داخل واتساپ تا برات بگم. اینجوری الان دیگه باز وقت کلاس گرفته میشه و درس اونم عقب افتاده. خب داخل واتساپ میشه تو بله واتساپ بفرست نش فکر کنید تو واتساپ بفرستید. باشه اینو بهم پیام بده تا برات بفرستم. خب بگو که فعالیت میخوام بخونیم برای این فعالیت. حسین صدات خیلی بده، حسین صدات بده، صدات مجبورم قطع کنم، باید هنسفری بزنیم. خداحافظ. سینا جاودانی شما تا الان نیومدی؟ محمد سینا جاودانی. سینا سلام آقا. سلام آقا، خوبی؟ سلام، سلامت باشی. سینا فعالیت بخون، این فعالیت ببینیم میخواد چه به ما بگه. این فعالیت چه؟ فعالیت بخون برای سمت... این فعالیت مسابقه زیر انجام بدیم. بله. خب برای این فعالیت مسابقه زیر انجام بدیم. خب حالا مسابقه که ما اینجا بله. های مختلف هر گروه با ابزار داده شده 5 گلوله تمیری طوری درست کنند که یکی از گلوله ها بدون هسته و 4 دیگر دارای هسته باشند. دقت کنین که جنس هسته ها متفاوت باشند. خب سینا ناخان به ما گفته بود یه چند تا گروه شما بشین تو کلاس، بعد با
خمیر و بازی، خب بیاین گلوله های مختلفی درست کنین، این گلوله ها داخلش هر هسته قرار بدین. حالا این هسته میتونه یه نخود باشه، میتونه یه لوبیا باشه، میتونه یه تکه تخته باشه، میتونه یه تکه سنگ باشه، میتونه یه تکه فلزی باشه، یکیش هم بدون هسته باشه، یعنی 4 تاش هسته داشته باشن این گلوله ها، 4 تاش هسته داشته باشن. خب مثلا یکیش ما میذاریم فلز داخلش میذاریم، یکی دیگه اش داخلش چوب میذاریم، یکی دیگه داخلش مثلا یک چی میذاریم، مثلا پلاستیک میذاریم، تکه پلاستیکی میذاریم، یکی دیگه داخلش مثلا یه تکه سنگ میذاریم، یکی دیگه اش هم بدون هسته‌ایه. رو تابلو میبینی؟ بله آقا، ولی ضعیف تصویر. خب یه این نیا رو ما میذاریم داخل این، خب و به این صورت این کاری که انجام دادیم میخوایم با انجام یه سری آزمایشاتی بدونه که مثلا من اینو به شما میدم، من اینو گذاشتم، من اینو به شما میدم و میگم اینو شما بدونی که اینو مشاهده کنی، بدون اینکه مشاهده کنی اینو برای من چیکار کن، برای من بگو. چیزی ما رو تابلو بچن ننوشتم، فقط اون چیزی که گفتم ناکن، میگه که برای من بدونه، من اینو به شما این 5 تا رو به شما میدم و میگم بدونی که یه سری آزمایشاتی انجام بده که بفهمی داخل این چیه. خب بله، حالا شما راهی که پیشنهاد میکنی اینه که یکی بیایم چیکار کنیم، بیایم اینه که اول گفته بیایم با چی آزمایشش کنیم، بله آزمایشش کنیم، چطوری آزمایشش کنیم، گفته چطوری آزمایشش کنیم، با یه سیخ. آقا با یه سیخ بچه هم با یه سیخ اینا را میزنیم، سیخ داخل اینها، خب سیخ داخل اینها میزنیم، ببینیم آیا مثلا چند جاش سیخ میزنیم، آیا ببینیم هسته داره یا نداره. خب مثلا ما میفهمیم که 4 تا از اینا وقتی سیخ بزنیم سینا چه اتفاقی میفته؟ آقا میفهمیم ببینیم این هسته داره یا نداره. نداره، 4 تاش میفهمم که هسته داره اما یکیش هسته نداره، سیخ راحت ازش عبور میکنه. این یه مرحلهه. مرحله بعدی گفته چیکار کنید؟ مرحله بعدی اومده از چه استفاده کردیم؟ از چه استفاده میکنیم؟ برای که بفهمیم که ها؟ از چوب هم میشه آقا استفاده کنیم. نه، مرحله بعدی میخوایم اینا رو آزمایش کنیم، ببینیم اینا هستشون چیه؟ هستشون فلزه، هستشون پلاستیکه، هستشون سنگه. میخوایم بفهمیم. برای که بفهمیم میتونیم از آهنربا استفاده کنیم. آهنربا رو نزدیک اینا کنیم. خب اگر آهنربا اینا رو گرفت میفهمیم که هستشون چیه؟ سنگ آقا. فلزه. پس آهنربا رو نزدیک این میکنیم، اگه گرفت میفهمیم که فلزه، اگه نگرفت میگیم آقا اینا فلز هم نیست. آیا شناسایی کردیم فلز یا نافلز ها؟ آقا اگه چسبیده بگیرش که فلزه، اما اگه نگیرش فلز نیست. درسته، این هم یه راه دیگه. راه دیگه اینه که گفته بیاین یه رسانا درست کنین، مثلا باتری و اینا، لامپ و اینا بزنین، بعد این سیم ها رو بزنین داخل این خمیرها، اگه لامپ ما روشن شد میفهمیم که هم فلزه و هم رسانه‌ایه. خب بل. هم این فلز ما ممکنه بل. الان فلز ما ممکنه رسانا نباشه، این فلز ما ممکنه بگیم آقا این فلز هست اما رسانا نیست. خب بنابراین ما به این طریق میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم یه آقا میتونیم یک سیما نه باید دیگه... نکن ما اینجوری تونستیم در واقع چیکار کنیم با یک سری آزمایشات بفهمیم که این چه، بله که این موادی که داخل این ما گذاشتیمه بدونه که شما در واقع بفهمین یه سری اطلاعاتی از درونش به دست آوردیم. خب کلی اطلاعات ما به دست آوردیم، کلی اطلاعات ما بدون اون که داخل اون را نگاه کنیم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم آقا این به صورت غیر مستقیم که دیگه ما فهمیدیم، بدون مشاهده فهمیدیم که اینا چیه. آفرین، به صورت غیر مستقیم ما به دست آوردیم یک سری اطلاعاتی به دست آوردیم که این اطلاعات ما در واقع حالا اگه بره که بفهمیم سینا
برای اینکه بفهمن که اطلاعاتمون درست بوده یا اطلاعاتمون درست نبوده، بفهمن که مثلا گفتیم یکیش سنگ یکیش ممکنه پلاستیک باشه یکیش چوب باشه، بدون برای اینکه بفهمن که اطلاعاتمون درست بوده یا نادرست بوده به نظرت باید چیکار کنیم؟ آزمایش آقایی. خب این آزمایش کردیم. برای اینکه بفهمن که اطلاعاتمون درست بوده بله. یا درست نبوده باید چیکار کنیم سینا؟ آقا میتونی آنها قطع کنیم از هم جدا شدیم میهیم بله آفرین نصفشون میکنیم میهیم چاقو میذاریم و اینها رو نصف میکنیم و اینها رو میشکافیم. خب به این طریق ما میفهمیم که داخل اینها خب چی هست. ما الان چند تا چند نوع مشاهده کردیم؟ چند نوع مشاهده کردیم الان به نظرت؟ آقا ما چهار تا مشاهده کردیم. نه نه الان من مشاهده ای که الان من انجام دادم دو نوع مشاهده کردیم. یکی مشاهده، پس انواع به جا مشاهده می نویسیم انواع مشاهده. مشاهده مستقیم، اولی مشاهده غیر مستقیم بود، اون که اول مشاهده غیر مستقیم، دو مشاهده چی بود اومدیم وقتی شکافتیم چون مشاهده مستقیم بود. بله انواع مشاهده ما کردیم. اولی که نیفهمم سیخ میزدیم، نیفهمم باتری گذاشتیم و نیفهم آهن را با گذاشتیم، اینا غیر مستقیم بود، اما وقتی که اومدیم اینها را شکاف دادیم میشون مشاهده مستقیم. مستقیم. خب اینجوری ما به ویژگی های مختلف اتم، به ویژگی های مختلف در واقع ما این هسته ها پی بردیم و به ویژگی های مختلف در واقع بدیم. پس دانشمندان با انجام آزمایشات ما از این طریق میخوایم این نتیجه گیری را کنیم. نتیجه گیری ما چیه؟ نتیجه گیری ما اینه که دانشمند نتیجه میگیریم. خب دانشمندان خب دانشمندان به روش غیر مستقیم، دانشمندان به روش غیر مستقیم به اطلاعات و ویژگی های اتم های مختلف پی میبرن. فهمید چی گفتیم؟ بله. دانشمندان دانشمندان چگونه به ویژگی اتم ها پی میبرن؟ آقا با بررسی آزمایش و غیر بررسی آن روش غیر مستقیم. روش غیر مستقیم به اطلاعات و ویژگی های اتم های مختلف پی میبرن. آقا این یکی میرسد اکوشه از مشکل از خودت بله. مشکل از خودت سینا، وقتی که چنان باشه اکو میشه. وقتی که من میکروفونم بهت نداده بودم اکو میشد؟ نه آقا. خب مشکل از خودت دیگه. خب سینا خداحافظ، گوش کن حالا بقیه چیزا رو گوش کنی بهتره تا صدای من اکو نشه. خب خداحافظ. بله. اسفندیاری محمد مهدی، محمد مهدی اسفندیاری، محمد مهدی اسفندیاری. آقا سلام. سلام، خوبی آقا؟ بله. خب محمد مهدی فهمیدی ما چو گفتیم در این قسمت؟ بله. میتونی یه نتیجه از این روشی که من اینجا اومدیم به کار بردیم میتونی برامون بیان کنی؟ آقا نتیجه میگیریم که داخل این فنگیراکو جنسشون مینه هستهی که داخل جنسشون از فلز پلاستیک چوبه. خب چه نتیجه میگیریم؟ نتیجمون چیه؟ نتیجمون چیه به نظرت؟ نتیجمون اینه که دانشمندان به روش غیر مستقیم به اطلاعات و ویژگی های اتم های مختلف پی میبرن. حالا میخوایم بریم صفحه 18. خب نتیجه خب میخوایم صفحه 18 را درسته؟ باید صفحه 18 را مرور کنیم. صفحه خب ما در صفحه قبل چند تا فعالیت انجام دادیم سینا؟ آقا دو تا فعالیت انجام دادیم. یکی فعالیت از طریق روش چی بود؟ یکی آقا مال قند، یکی هم مال خمیریه. خب یکی چی بود؟ یکی فعالیت از طریق مشاهده غیر مستقیم بود و یکی دیگه یکی مشاهده مستقیم و یکی دیگه مشاهده مستقیم بود. خب مشاهده غیر مستقیم با استفاده از حواس پنجگانه هست و آزمایش ها. پس مشاهده غیر مستقیم ما چطوری کاربرد کردیم؟ با استفاده از حواس پنجگانه و آزمایش ها. سطر اولی رو بخون، صفحه 18. بله.
در فعالیت یک شما با مشاهده غیر مستقیم و با استفاده از حواس پنگانه و آزمایش های تجربی به بررسی ساختار گلوله ها پرداختید. میگه گلوله های اینا کنسین مهندی، میگه گلوله هایی که ما در صفحه قبلی خوندیم با استفاده از روش غیر مستقیم بود. خب ما اومدیم با استفاده از حواس پنجگانه، پس روش غیر مستقیم با استفاده از حواس چیه؟ پنجگانه و آزمایش ها. و زیرش بچه خط بکشید، زیرش خط بکشید، سطر اولی روش غیر مستقیم به چه روشیه؟ با استفاده از چه ما پی بردیم؟ حواس پنجگانه و آزمایش ها، به ساختار و گلوله ها پی بردیم. خب بدون که داخل بفهمیم، وقتی که میخواستیم در واقع شما بدون مشاهده کردن درون گلوله ها به اطلاعاتی به دست آوردید. خب مرحله دوم اومدیم چه کار کردیم سینا؟ مرحله دوم با مشاهده مستقیم درون گلوله ها را بررسی کردیم. احسن، در مرحله دوم با مشاهده مستقیم گلوله ها را باز کردیم، داخل گلوله ها چی هستن متوجه شدیم. آیا می توانیم سینا، من از شما سوال می کنم، آیا می توانیم مواد و از طریق مشاهده مستقیم شناسایی کنیم؟ آقا خب چرا؟ آقا چون یه مواد داخل جسم قابل دیدن نیست. بچه ها اگه از شما پرسیدن آیا میتونیم مواد از طریق مشاهده مستقیم شناسه کنیم، همونطور که سینا گفت این خیر، چون اتم هایی که مواد را ساختنه اونقدر ریزن، اتم هایی که مواد را ساختن اونقدر ریزن که از طریق مشاهده مستقیم ما نمیتونیم به بررسی اتم ها ببرزیم. باید از چه طریق به بررسی اتم ها ببردازیم؟ با مشاهده غیر مستقیم. یعنی ما با مشاهده مستقیم نمیتونیم اتم ها را شناسایی کنیم. چرا؟ چون اتم ها اونقدر ریزن که از طریق مشاهده مستقیم نمیتونیم. باید از طریق مشاهده چی باشه؟ غیر مستقیم باشه. یه سوال دیگه پیش میاد، شما اینم جواب بده، یه سوال دیگه پیش میاد، اتم ها چگونه مواد را ساختن؟ به نظرت اتم ها چگونه مثلا کاغذ را ساختن؟ اتم ها چطوری مثلا یک ماژیک را ساختن؟ خیلی راحته. آقا اتم ها کنار هم که قرار میگیرن مواد میسازن. آفرین، اتم ها درست گفت. آفرین، اتم ها وقتی کنار هم دیگه میان مواد را میسازن. مثل چی سینا؟ یه مثالی زدیم. آقا مثل برگ کاغذ، مثل حروف الفبا. ناگهان مثل حروف الفبا الان که وقتی که شما میگی علوم، وقتی که شما میگی اتم، میگه نه از کلمات، از حرف درست شده. بله. خب مواد هم چطوری درست شدنه؟ مثلا ماژیک یا مثلا این پارچه چطوری درست شده؟ از اتم. از اتم ها اومدنه کنار هم دیگه اینو ساختنه، به وجودش آوردنه. خب جنبندی اینه که اگه ما بخوام انجام بدم، آیا پس اتم ها قابل مشاهده هستن؟ خیر. آیا با میکروسکوپ های قوی میتوان اتم ها را دید؟ بله. نه، اتم ها را بچه ها زیرش خط بکشین، پاراگراف دوم، بند دوم بخونش سینا. اتم ها آنقدر ریز هستن که حتی با میکروسکوپ های قوی نیز دیده نمیشوند. بخون. بنابراین تنها با مشاهده غیر مستقیم می توان اتم ها را بررسی و خواص آنها را کشف کرد. پس میگه بچا اتم ها اونقدر ریزن، فکر نکنید که اتم ها با میکروسکوپ قوی دانشمندان دیده نشه. میگه با مشاهده غیر مستقیم اونها را بررسی کردنه، خواصشون رو پی بردنه. خب به این پس اتم ها را ما باید از چه طریق شناسایی کنیم؟ دانشمندان اتم ها را از چه طریق شناسایی کردنه؟ با روش غیر مستقیم. غیر مستقیم، آفرین، با روش غیر مستقیم تو ما رو مشاهده کردن، مثل روش های غیر مستقیمی که در صفحه قبل اومدیم نمیفهمم چه به کار بردیم اینا. خب اومدیم سیخ به کار بردیم، اومدیم آهنربا به کار بردیم، اینا از کنار هم قرار گرفتن یک نوع اتم چه به دست میاد، چه به وجود میاد، از
کنار هم قرار گرفتن یک نوع اتم. آقا مواد دست می از کنار هم قرار گرفتن یک نوع اتم عنصر وجود میاد. محمدی از کنار هم قرار گرفتن یک نوع اتم چه وجود میاد؟ عنصر. عنصر وجود میاد. آفرین، اینو قبلا خوندیم. از کنار هم قرار گرفتن دو یا چند نوع اتم چه وجود میاد؟ مواد را میسازه؟ نه درسته، اون عنصر هم که ما میگیم مواد هم دیگه، مثلا آهن یه عنصره، اما اگه چند نوع اتم کنار هم دیگه قرار بگیرن چه وجود میاد به جا؟ اگه چند نوع اتم مختلف کنار هم دیگه قرار بگیره ترکیب وجود میاد. اگر یک نوع اتم محمد، اگر یک نوع اتم کنار هم قرار بگیره چه وجود میاد؟ عنصر وجود میاد. اگر چند نوع اتم مختلف کنار هم باشه چه وجود میاد؟ ترکیب. چند نوع اتم مختلف، بله اتم مختلف، ترکیب وجود میاد. یک عنصر رو اگه بخوایم مثال بزنیم، آهن یک عنصره، همه اتماش مثل همه، آهن مثل یک عنصره، همه اتماش مثل همه. اما آب یه ترکیبه. چرا آب ترکیبه؟ چرا از چند مواد، بله از چند نوع اتم مختلف وجود اومده. خب اینو خلاصه کنیم، همونطور که حروف الف با محمدی میخوایم خلاصه کنیم، بعد شما هم خداحافظی کنیم. همونطور که حروف الف با 32 حرف خب به وجود میاد، این حروف الف بایی که ما داریم از 30 این کلمات از 32 حرف به وجود میاد، بیشمار میتونی کلمه بسازی، درستی یا نه؟ بله. خب ما 90 عنصر تو طبیعت شناخته شده است، به نظر چقدر مواد میشه بسازیم؟ از 90 عنصری که تو طبیعت هست چقدر مواد میشه بسازیم؟ بگو 2 تا، 100 تا، 50 تا، 1000 تا، یا چند تا به نظرت؟ زیاد، بیشمار. مثل حروف الف با که ما 32 حرف داریم، بیشمار میتونیم کلمه بسازیم. 90 عنصر که تو طبیعت داریم، بیشمار میتونیم چه بسازیم؟ بیشمار میتونه مواد ساخته بشه. در پایان اینجا بچه ها زیرش خط بکشین، در واقع همه مواد در جهان هستی تقریبا 90 عنصر، 90 اتمه، یعنی 90 عنصر جهان شناخته. عنصر بخون اینجا معنادی. در واقع همه مواد در جهان هستی تقریبا از 90 نوع اتم یعنی 90 عنصر ساخته شده اند. عنصر شکل خالصی بله از ماده است که یک نوع اتم دارد. زیرش خط بکشید. بله زیرش اینجا خط بکشید. خب برای نمونه عنصر آهن از اتم های آهن و عنصر کربن از اتم های کربن به وجود آمده. یعنی محمدی عنصر آهن که میگیم فقط آهن هست، عنصر مثلا کربن که میگیم فقط از اتم های کربن درست شده، اما وقتی میگیم آب از اتم های هیدروژن و اکسیژن درست شده، پس دو نوع درست شده. خب اینا ما یاد گرفتیم که مواد، تشکیل مواد چطوری صورت میگیره، تشکیل مواد چطوری صورت گرفت، اتم ها اومدن پیوستن چه اتم ها، اتم ها کنار هم دیگه. آزمایش کنید. خداحافظ. خسته نباشید. خداحافظ. خب نفر بعد سلامی مقدم، سلامی مقدم بیا آقا. سلام آقا. آقا سلام، وقت بخیر. سلام آقا، خوبی؟ سلامت باشی. امیرزا آزمایش کنید و بخون. آزمایش کنید. 1 مقدار کربن تو کنند زغال گوگر 1 تکه سیم مسیف و 1 میخ آهنی بردارید. ویژه حاضری این عنصر را یادداشت کنید. سپس با یک چکش روی آنها ضربه بزنید. مشاهده خود را بنویسید.
نکن میگه کربن یا زغال. کربن همون زغال همون کربنه. زغالی که ما تو خونه همون استفاده میکنیم یه نوع کربنه. خب گوگرد بردارید، یه تکه سیم مسی بردارید، یه نیم فهم میخ آهنی بردارید، بعد ویژگی ظاهریشون یادش کنید. ویژگی ظاهریشون چیه؟ میگه ویژگی ظاهریشون مثلا این کربن، این سیاه هست، این زرده، این قرمزه، خب این مثلا سفیده. اینا را یادداشت میکنیم. بعد میگه که با یه چکش به اینا ضربه بزنیم. اگه با چکش به اینا ضربه بزنیم چه اتفاقی میفته به نظرت؟ آقا بعضی هاشون خورد میشن، بعضی هاشون له میشن. بله بعضی یعنی مثلا بعضی هاش مثلا شکننده هستن، مثل کربن، مثل گوگرد، اینا شکننده مثل هستن. خب اما مثلا میخ و اون سیمه چه اتفاقی میفته براش؟ مثلا اتفاق خاصی براشون نمیفته. خب اگه زیاد بهشون ضربه بزنی مثلا تغییر شکل ممکنه بدن، اما با یه چکش هیچ اتفاقی براشون نمیفته. خب بعد یه مدار گفته الکتریکی تهیه کنید، مثل این مداری که دارین. شما ممکنه سالهای قبل اینو تو کلاس پنجم یا ششم یا اینا تهیه کنید، یه مدار مثل ساده. اینو دیدی؟ آره آقا ما درست کرده بودیم. خب اگه میتونی درست کن برای ما، الان هم درست کن. اومده چه کار کرده؟ اومده چه کار کرده؟ اومده با دو تا سیم مختلف بله با هم دیگه وصلشون کرده که با یک کلید اون لامپ رو روشن کنه. لامپ روشن میشه. اون وسط یه سکه گذاشته، یعنی اومده سیم ها رو قطع کرده. خب یه سکه گذاشته، این سکه که گذاشته اگر فلز باشه لامپ روشن میشه. این سیمه قطع شده، سیمه را لخت کرده، قطع شده. خب درست کن بابا علی، درست کن، چه اشکال داره؟ این سیمه را اومده بچا قطع کرده، مثل این سیمه، مثلا اومده اینجاش را قطع کرده، بعد سر این دوتا سیم را لخت کرده، بعد اینو اینجا سکه میذاره. اگه سکه بذاریم لامپ روشن میشه یا نمیشه؟ اگه این لامپ با ما باشه آقا بله روشن میشه، لامپ روشن میشه. اگه زغال بذاریم چی؟ نه روشن نمیشه. خب اگه فویل آلومینیومی بذاریم، پوش برگ بذاریم، روشن میشه به نظرت؟ نه روشن میشه. فویل آلومینیومی بذاریم، فویل آلومینیومی روشن میشه بچه، چون فویل آلومینیوم فلزه، فلز روشن میشه دیگه. اگه گوگرد بذاریم چی به نظرت؟ آقا چی؟ گوگرد اینا گوگرد ها، گوگرد اگه بذاریم گوگرد ها نه روشن نمیشه. ما چه میفهمیم؟ ما میفهمیم که ویژگی هایی که اینها دارن میتونیم اینجوری به چا بنویسیم، بگیم که موی جد تابلو پیدا هست پیش ما؟ بله. خب تا یه حدی. خب حالا من اینو میام چیکار میکنم؟ میام اینو انجام میدم. اینو اینجوریه، اینجا یه سه تا یه جدول میکشم، اگه پیدا باشه پیش شما، اینجا مینویسم بالاش گوگرد، اینجا مینویسم مثلا مس، اینجا مینویسم چی دیگه بود باید کمک کن، آهن، اینجا مینویسم زغال. خب اینا رو مینویسم، بعد اینجا خب اینجا هم می‌نویسم ویژگی. حالا ویژگیشون به من کمک کن، رسانا. خب اینجا چکشخار. خب به من کمک کن، تیک میزنیم یا مثلا چی؟ حالا به نظرت گوگرد رسانا هست؟ رسانا یعنی چی؟ یعنی برق روشن میشه، لامپ روشن میشه یا نمیشه؟ یعنی برق رو از خودش عبور میده؟ نمیشه. نمیشه. بعض یک علامت چه میزنیم؟ ضربه در داخلش میزنیم. مس چی؟ مس آقا بله. بله. بچا یه تیکی میزنیم اینجا داخلش. بچا هست؟ روشن هست؟ خب بله. آهن چی؟ آهن بله. بله تیک میزنیم. زغال چی؟ نه نمیشه. نه. حالا چکش خورد. خب
چکشخار یعنی بر اثر ضربه اینا نشکنه، یه آسیبی یکی دیده باشه. خب گوگرد میگیم چکشخار هست یا نیست؟ بله گوگرد چکشخار نیست، شکننده‌ایه، یعنی وقتی ما ضربه بزنیم شکننده‌ایه. خب میگیم که نیست، گوگرد هم میگیم چکشخار نیست. نیست. خب اما مس چی؟ مس بله بله چکشخاره، بر اثر ضربه خب نمیشکنه، پس میگیم چکشخاره. آهن هم که هم مثل مسه اما زغال نیست، او هم شکننده. بله این هم این دوتایی که شکننده بود ما علامت ضربه در داخلشون زدیم به این طریق. انجام تابلو پیشید پیدا هست الان؟ آقا الان همه چی واضحه. خب خدا رو شکر. اینا را بچه‌ها شما میتونید اینا سری یادداشت کنید یا یه عکسی بگیرید بعدم یادداشت کنید. ما بریم مطلب بعدی. ما عکس گرفتیم. خب بعد یادداشت کن باشه؟ باش. بریم رو قسمت بعدی رو بخون. فکر کنیدی داریم. فکر کنید. دانش آموزی با استفاده از نتایج آزمایش‌های صفحه قبل برخی از ویژگی‌های مواد را در دو گروه جداگانه در جدول زیر نوشته است. بله. با بررسی آن به پرسش ها پاسخ دهید. خب نکن میگه با توجه به جدول کو اومد اینو کامل کرده. گروه یک گروه دو. گروه یک گفته چی امین رضا؟ میگو سطح براق دارن. بله. سطح براق دارن، اغلب در آب فرو می روند. خب دیگه چی؟ این دو تا دیگه چه شما کامل کن، دو تا دیگه چه شما کامل کن. آفرین پور بیروز درست گفت، بنیامین درست گفت. رسانه هستن نه کن، رسانه هستن. ما می دونیم رسانایی براش بگیم. رسانه. بله دیگه چی بچه ها؟ یکی دیگه چه؟ پس داخل این جدول کو این خونه خالی پایینیش سومیش می‌نویسیم رسانا هستن. دیگه چی می‌نویسیم براش بچه ها؟ آفرین دوباره براش می‌نویسیم چکشخار هستن، یعنی مثل اینا کاموش چکشخار بودن، مس و آهن. بله مس و آهن. حالا گروه دوم چی گفته؟ گروه دوم می‌نویسیم سطح براق دارن، اغلب روی آب شناور میمونن، مثل این گوگل رو آب شناور میمونه، مثل زغال رو آب مثلا میتونه شناور بمونه. خب میگیم چی هستن بچه ها؟ اگه برای رسان میگیم که چی؟ میگیم نارسانه. آفرین سالی گفت نارسانه هستن. دیگه میگیم چی؟ نچکشخار. شکننده. ها شکننده. 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 بله اینم درست گفت، اینم درست گفت. حالا این قسمت رو بخون و بعدش با شما خداحافظی کنیم. بله جدول را کامل کنیم. بله برای هر یک از گروه ها یک عنوان انتخاب کنید. میگه برای هر یک از این گروه ها یک عنوان انتخاب کنید، یه عنوانی. به نظرت گروه اول ما اسمشو بذاریم چی؟ بذاریم آفرین، بذاریم چی؟ بذاریم فلز. گروه اول بذاریم فلز. فلز ها اینجوری هستن، ویژگی فلز ها اینجوری هستن، ویژگی فلز ها. گروه دوم رو چی بذاریم؟ گروه دوم رو بذاریم نافلز. ها نافلز. نافلز. خب امیر رضا با شما خداحافظی میکنیم. امیر رضا خداحافظ، صدات خودت قطع کن آقا. خداحافظ تا به بچه ها دیگه هم برسه. بنیامین سلام. بنیامین سلام آقا. سلام آقا خوبی؟ ممنون. خب بریم قسمت بعدی رو ادامه بده شما. کجا؟ همونجا که خون قسمت پ. الف جدول رو کامل کنیم. کامل کردیم. قسمت ب هم کامل کردیم. قسمت پ را بخون. قسمت اگه بخواهید عنوان فلز و نافلز را به گروه های بالا نسبت دهیم، کدام واژه را به گروه یک و کدام واژه را به گروه دو عنوان نسبت میدهیم؟ بله ما اینو نسبت دادیم. بله بگو شما بیشتر بگو. بگو عنصرهای زیر را در دو فلز. نه نه گروه اول اسمشو گفته بذارین چی؟ گروه اول اسمشو گفته فلز. فلز. گروه دوم گفته اسمشو بذارین چی؟
نافلس. نافلس. حالا قسمت ته را بخون. عنصرهای زیر را در دو گروه فلس و نافلس طبقه بندی کن. خب من اینو میخوام طبقه بندی کنم، شما کمک من. تابلو پیشت پیدا هست که؟ تابلو؟ تقمار. ها؟ این تقمار. خب من اینو میخوام تابلو به من کمک کن، این فلزها رو در این جدوله اینا فلز میذاریم اینجا و اینم نافلز میذاریم. خب اونایی که فلز هستن بود همون بالا بنویسیم، چون شما هم بچه‌ها میتونین کار کنید. آها نقره بله، فلز نقره، آلومینیوم بله، طلا بچه‌ها شما هم بنویسید سری. خب مس بگو آهن. خب نافلز هم بقیش هم میمونه نافلز دیگه، نافلز هم کربن و گاز و نیتروژن و بله کربن و نیتروژن و گوگرد و اینا گاز و اکسیژن. خب اینا بچه شما بقیش هم میمونه نافلز. اینا تقبندی کردیم. خب قسمت بعد آماده نوشین بچه ها. بچه هست ارفان رضازاده، صفحه آقا صفحه 19 قسمت پایینی. الان این فکر کنید ما حل کردیم این قسمت پایینی فکر کنیده. حالا میخوایم بریم گلوله های کروی بخونیم و این قسمت رو تموم کنیم دیگه، انشاءالله فکر نکنم برسیم به صفحه بعدم. خب گلوله های کروی نوشتیم بچه ها، گلوله های کروی بخون سطر اولیش بقیش من توضیح بدم. گلوله های کروی مدلی برای نمایش ترکیب های عنصر های اتم و اتم ها. بخون حالا سطر اولی. گلوله های کروی مدلی برای نمایش ترکیب عنصر ها و اتم ها. بخون. برخی از موادی که در زندگی روزانه از آن استفاده می کنیم فقط از یک نوع اتم ساخته شده اند. خب حالا یه لحظه اینجا صبر کن، یه لحظه. میگه برخی از موادی که شما در زندگی روزانه از اونها استفاده می کنی از یک نوع اتم ساخته. مثل چی بنیامین؟ مثل چی؟ نکن نوشه فلز، نقره، آلومینیوم، طلا، مس، آهن. مثل آهن، احسن، مثل مس، اینا از یک نوع اتم ساخته شدنه بچه ها. آهن، مس، طلا، فلزات از یک نوع اتم ساخته شدنه. ما اتم های مس از میلیون ها اتم مس درست شده، یعنی یه تکه مسی ما داشته باشیم از میلیون ها اتم مس درست شده. استراحاً به اینا میگیم چی؟ بنیامین؟ میگیم عنصر. احسن، میگیم عنصر. خب عنصرها را ما بنیامین میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. عنصرهای چی؟ عنصرها را به دو دسته میتونیم تقسیم کنیم. چه عنصرهایی؟ عنصرهای بگم آقا فلزی و نافلز. احسن بچه، این عنصرها را الان اینجا به دو دسته تقسیم کرد. عنصرها را به دو دسته ما تقسیم میکنیم، یا فلزن یا نافلز. فلزها مثل چی؟ مثل اینها. نافلزها چی؟ مثل اینها. اینا عنصرها هستن چون اتمهاشون شبیه هم هستن. خب تا اینجا یاد گرفتیم. بعد اما برخی از مواد در زندگی روزانه ما استفاده میکنیم از چند نوع اتم ساخته شده. قبول داری؟ نه. مثل چی؟ مثال بزن برام. آقا مثل آب از اکسیژن. درسته. مثل آب، مثل کربن دی اکسید، مثل متان. اینها از چند نوع اتم درست شده؟ خب وقتی به ساختار آب نگاه میکنیم به نظرت یک نوع اتم میبینیم یا چند نوع اتم میبینیم؟ آقا اکسیژن، هیدروژن. بله یک نوع اتم را نمیبینیم، هم اتم هیدروژن را میبینیم و هم اتم اکسیژن را میبینیم که با همدیگه چه شدنه؟ ترکیب شدن. احسن. خب حالا بعد آب و وقتی اکسیژن و هیدروژن با هم دیگه ترکیب میشن آب را به وجود میارن. واحد سازنده آب به نظر چیه؟ واحد سازنده آب میتونه عنصر باشه یا مولکول؟ آقا
مولکول باشه. واحد سازنده آب چون مولکوله، وقتی مس را نگاه میکنیم اتمهای مس کنار هم قرار گرفتنه. کوچکترین ذره ای که میتونه مس را بسازه اتمهای مس هستن. پس اتمهای مس مس را میسازن. اما آب چی؟ آب را برای ما مثال میگیم و بقیهش هم همینطور هستن. اما آب کوچکترین ذره ای که میتونیم بهش آب بگیم، گوش میگیری اینو جواب من بده، کوچکترین ذره ای که میتونیم بهش آب بگیم از هیدروژن و اکسیژن ساخته شده. پس آب از چه درست شده؟ از هیدروژن و اکسیژن. خب به حالا من میخوام آب را صدا بزنم، میخوام بگم آب، باید بگم هیدروژن یا اکسیژن؟ بنیامین فهمید چه گفتم؟ میخوام آب را صدا بزنم، باید بگم هیدروژن اکسیژن؟ بگو دیگه. میخوام آب میخوام آب را صدا بزنم، آب را میخوام صدا بزنم. میگه نگفتیم آب از هیدروژن و اکسیژن درست شده؟ خب میگه نگفتیم آب از هیدروژن و اکسیژن درست شده. میخوام آب را صدا بزنم، بگم هیدروژن ها آب، باید بگیم آب. مسلما خیر. پس کوچکترین ذره ای که من بهش میتونم بگم اتم اینها نیست، یعنی نمیتونی اتمشون را صدا بزنی. وقتی که بچه ها شما میخواین آب را صدا بزنید، نمیتونید بگید هیدروژن، نمیتونی بگی اکسیژن. ما نمیتونیم اتمشون را صدا بزنیم. میفهمی دارم چه میگم؟ بله. اتم اینها را نمیتونیم، بلکه آب یه ترکیب از هیدروژن و اکسیژنه که کنار همدیگه قرار میگیره و یه خاصیت جدید را به وجود میاره که به اون میگیم آب. واحد سازنده آب مولکول های چی هستن پس؟ هیدروژن و اکسیژنه که آب میگیم. حالا مولکول چیه پس؟ مولکول از پیوند دو یا چند اتم خب ساخته شده. مولکول ها بریم حالا فهمیدی چی میگم؟ همه با این اوصاف مولکول ها دو حالت ممکنه داشته باشن. حالت اول از یک نوع اتم ساخته باشن که بهشون میگه عنصر. پس بچه خوب این قسمت رو گوش کنید، این قسمت رو خوب گوش کنید تا متوجه بشین. میگیم که واحد سازنده آب هیدروژن و اکسیژنه. کسی به هیدروژن و اکسیژن آب میگه بنیامین؟ آه نه، بلکه این دوتا رو همدیگه ما بهشون میگیم آب. یه مولکول را به وجود میارن، یه مولکول را به وجود میارن که پیوند این دوتا را ما میگیم آب. با این اوصاف ما گفتیم که مولکول ها دو حالت ممکنه داشته باشن. حالت اولشون از یک نوع اتم ساخته شدنه، که وقتی که مولکول ها از یک نوع اتم ساخته شده باشه بهشون میگیم چی؟ عنصر. احسن. در اینجا خب وقتی که از یک نوع اتم ساخته شدن بهشون میگه عنصر، عنصر محسوب میشن. سوال مطرح میشه، یه سوالی مطرح میشه، آیا عنصر و مولکولی داریم به نظرت؟ عنصر و مولکولی داریم بچه ها؟ بله، کتاب خودش مطرح کرده عنصر و مولکولی داریم. مثل چی؟ عنصر و مولکولی مثل اینا، مثل اکسیژن، مثل گوگرد، مثل نیتروژن، مثل کربن، اینا عنصر و مولکولی هستن. چرا؟ چرا اینا عنصر و مولکولی هستن؟ آقا چون از یک نوع اتم ساخته شده. از یک نوع اتم ساخته شده. خب یه نوع پس، اما ما یه چیز دیگریم به نام عنصر. عنصر فلز چی میشه؟ اینجا این چی میشه؟ عنصر فلز چی میشه؟ عنصر فلز به شکل اتمی دیده میشه، به شکل مولکول تشکیل، بگو نمیشه، به شکل مولکول تشکیل نمیشه. لاکن فلزها مولکول نیستن. فلزها مثلا من این آلومینیوم یا نقره رو بزنم، این فلزها به هم دیگه از تعداد خیلی زیادی عنصر شبیه هم درست شدنه. خب این فرض کن یه تکه چی باشه؟ میبینی رو تابلو؟ این یه تکه مثلا آلومینیوم یا مثلا مسی باشه.
میگیم که عنصر فلز به شکل اتمی دیده میشه. به شکل چه دیده میشه؟ اتم. مولکول تشکیل نمیده. فهمیدی الان تا الان؟ بله. اما ناکن اکسیژن، وقتی که ما میگیم اکسیژن، وقتی که میگیم گوگرد، نیتروژن، وقتی میگیم کربن، اینها به صورت چی هستن؟ ها؟ اینا مثلا من میخوام بگم که چی؟ میخوام بگم که مثلا گوگرد تو کتاب اونم گفته گوگرد، وقتی میخوایم بگی گوگرد، اتم ها شبیه هم هستن. از چند تا درست شده؟ هر مولکولیش از چند تا درست شده؟ صفحه بعدی کتابتون، 1 2 3 4 5، این 4 تا، 3 تا 5 تا 6 تا 7 8 تا، هر مولکولیش از 8 تا اتم مثل هم درست شده. نمیفهمید چی میگم؟ اگه نمیفهمید بگید تا دوباره به توضیح بدیم. ناکن من میگم که توضیح میدم دوباره. ناکن ما عنصرها، خب یه عنصره، حالا خلاصه میکنم که بهتر بفهمید. عنصرها یه عنصر مولکولی داریم که عنصرها اومدن کنار همدیگه این هم. مثلا برو صفحه بعدی، صفحه 20 بچه ها برین بهتر میفهمین. صفحه 20 اون شکل سمت چبی، یعنی گوگرد را اومده نشون داده، آیا شبیه هم هستن یا نیستن؟ از چند تا درست شده؟ از چند تا اتم درست شده؟ 8 تا درست شده. کلور از چند تا درست شده؟ هر یکیش 7 تا. ها؟ 7 تا. از 2 تا هر یکی از اینا یک مولکوله. هر یکی از اینا یک مولکوله. خب اینا عنصر هستن. خب الان ما چند تا اینجا کلور نشون داده؟ چند تا مولکول کلور به ما نشون داده؟ آقا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 تا مثلا به ما نشون داده. عنصرها شبیه هم هستن. خب اینا عنصر هستن، اما اون آب ترکیبه، چون اتمهاشون فرق میکنه. بیا پایینی الان اینجا هم متوجه بشی، این پایینی ها مثلا عنصر اومده جیوه را نشون داده که فلزه، اومده طلا مس را نشون داده، اومده طلا را نشون داده. خب الان تو میتونی اینها را بشماری؟ پایینی ها را بشماری؟ آقا نه. نه پایینی ها قابل شمارش نیستن. خب چون تعدادشون زیاده، یک پارچه هستن، ما به اینها، به پایینی ها عنصر مولکولی نمیتونیم بگیم، یک پارچه هستن. پس فلزات، بنیامین، فلزات عنصر چه تشکیل میدن؟ عنصر فلزات عنصر مولکولی تشکیل میدن یا نمیدن؟ تشکیل میدن فلزات عنصر مولکولی؟ نه تشکیل نمیدن. چرا؟ چون که یک پارچه هستن، چون یک پارچه هستن، نمیشه بشماریشون مثل پایینی ها. اما این بالایی ها که این دوتای بالایی که بررسی کردیم، گاز کلو و گاز چی بررسی و گوگرد را که بررسی کردیم، آیا عنصر و مولکولی هستن یا نیستن؟ آقا اینا هستن. چرا هستن؟ آتمی که ذراتشو میشونه، تعدادشون مشخص هست. بله عنصر هستن، اما عنصر مولکولی، چون اتمهاش، چون مولکولهاشون جدا از همه. مثلا الان این گوگرده که نشون داده، این یه مولکولش نشون داده، یه مولکول دیگهش هم جدا از اینه، یه مولکول دیگهش هم جدا از اینه. خب حالا اینا رو ما به این شکل ما اومدیم عنصر. الان شما فهمیدین عنصر و مولکولی چیه؟ نه. حالا مولکولها اگه از یک نوع اتم باشن، اگه ممکن از یک نوع اتم باشن، یا ممکن از چند نوع اتم باشن. اگه از یک نوع اتم باشن بهشون میگیم چی؟ اما اگه از یک نوع اتم باشن بهشون میگیم عنصر. خب اگر از چند نوع اتم ساخته شده باشن بهشون میگیم، با مولکول هایی که از چند نوع اتم ساخته شده باشن بهشون میگیم چی؟ عنصر مولکولی. ترکیب.
بهشون این ترکیب احسن. خب حالا ما عنصر و مولکولی و عنصرها رو شناختیم، میخوایم علامت هم اینجا بزنیم. خب اینجا رو بنیامین برای من بخون، از سطر سوم و سطر دوم اینا شروع کو بخوندن که علامت بزنیم. برای نمونه سیم های مسی، ظروف آلومینیومی و نقره ها به ترکیب نقره ای به ترکیب از بنیامین یه لحظه من چه کنم با شما خداحافظی کنیم، یکی از بچه های دیگه بیاد، اومن مزارعی بیاد. اومن سلام. اومن آقا سلام. سلام آقا، ما یه سوال داشتیم. بفرما. آقا این مولکول ها دو حالت داره، درسته؟ که آقا حالت اولش از این اتم ساخته شده، بله، که عنصر بهش میگن عنصر. آقا حالت دوم چیه؟ عنصر ها صدات یکم قد کن من خودم صحبت میکنم. خب نکن، مولکول ها گفتیم که از یک نوع اتم ساخته شدنه، یه حاله چون اینه که مولکول ها از یک نوع اتم ساخته شدنه. مثل چی بچه ها؟ شما بگین از یک نوع اتم، مولکول ها از یک نوع اتم ساخته شدن، مثل گاز اکسیژن، مثل کلور، مثل گوگر، از یک نوع اتم. یا مولکول ها از چند نوع اتم ساخته شدنه که به اینا میگیم ترکیب، مثل آب. اومن فهمیدی؟ پس مولکول ها دو حالت دارن، یا از یک نوع اتم ساخته شدنه، خب، یا از یک نوع اتم ساخته شدنه که بهش میگیم عنصر. مثل عنصر چی؟ مثل عنصر کلور، مثل عنصر اکسیژن و گوگل. یا از مولکول ها از چند نوع اتم ساخته شدنه که بهش میگیم ترکیب، مثل آب، مثل گاز کربن دی اکسید اینا. خب کی بیاد؟ متین محمدی بیاد. متین سلام. متین متین هیچ متین که جواب نمیده. سبحان ریایی، سبحان هیچ. اول فضل عبدالعلی پور، اول فضل نامدار، امیر حسین نامدار صحبت کن. امیر حسین برون عجب، درست کنین بچه ها چندتونه دیگه، بچه ها ایناتونه درست کنین تا بتونین صحبت کنین. عجب. خب تشنه دل علی اکبر صحبت کن. آقا سلام. سلام آقا، بخون آقا. فعالیت بخونم یا نه؟ نه، دنباله اون چیزی که داشت که میخوان بنیامین میخوان. واسه پرسی نفهمین کجا خونم. سطر سوم به بعد بخون، صفحه 19. صفحه 19؟ بله. صفحه پایین شا پایین الان بخون. آلومینیوم و نقره تشکیل شده اند، در حالی که اغلب مواد طبیعی مصنوعی مورد استفاده در زندگی ما مانند پوشاک، خوراک، نوشتبدل، دارو، چوب کاغذ از چند نوع اتم تشکیل شده اند. خب برای نمونه آب از دو نوع اتم، اکسیژن و هیدروژن، گاز متان. زیرش خط بکشید بچه ها، زیرش خط. آب از میفهمی، اینم میفهمی. گاز متان یعنی اون گاز خونگی، گاز خونگی از دو نوع اتمه. بخون. از دو نوع اتم کربن و هیدروژن. زیرش خط بکشید بچه ها. خب و گاز کربن دی اکسید. از دو نوع اتم، کربن و اکسیژن. درست شده. تشکیل شده از خب زیرش خط کشیدم. بله. در این مواد
واحد سازنده مولکول نام دارد. چرا بهش میگی مولکول؟ چرا بهش میگی مولکول؟ چرا به اینا گفتی مولکول؟ چون از پیوند دو تا یا چند تا اتم، بله چند نوع اتم درست شده نه، بله بله. مولکول حالا تعریف کرده، مولکول بخون. مولکول ها از پیوند دو یا چند اتم وجود می آیند. بله. در راه های سازنده عنصری های فلز نافلز مانند کلر کلور گاز کلور اکسیژن و گوگرد نیز مولکول است. چرا به اینا میگیم مولکول؟ اینا خود شبیه هم هستن، اینا خود شبیه هم هستن. چرا به اینا هم گفتیم مولکول؟ چون از کلور را صفحه بعدی نگاه کن، کلور گوگر صفحه بعدی نگاهشون کن، کلور گوگر صفحه بعدی نگاه کن، شکلشون نگاه کن، این شکل کلور و گوگرده. چرا به اینا میگیم مولکول؟ چون از پیوند چند اتم درست شده نه. ما عنصر مولکولی داریم، عنصر مولکولی داریم. عنصر مولکولی یعنی چی علی اکبر؟ عنصر مولکولی یعنی عنصر مولکولی با عنصری میگن که تعداد مشخصی داره و از هم عنصرهاش تعدادشون مشخصه، تعدادشون مثل همه، بهش میگی عنصر مولکولی، جدا جدا از هم هستن. اما عنصر اتمی چیه؟ وقتی میگی عنصر اتمی میتونی مثالی بزنی عنصر اتمی چه شکلیه؟ مثل چی؟ مثل چه؟ مثل طلا. مثل طلا، درود بر شما، آفرین. مثل مس. بله آفرین. مس. فلزات. مس. فلزات عنصر اتمی هست. خب قسمت بچه ها دو خط دیگه مونده، این صفحه و صفحه بعدی دیگه تموم بشه. تا فعالیت صفحه 20 گفتیم بچه ها، برای که ما این قسمت دو خط دیگه من بگم و تموم دیگه، هم صفحه 19 رو گفتیم و هم صفحه تا فعالیت صفحه 20 رو علامت بزنید. بچه ما گفتیم که برای که یک ماده یا یه جسم رو درک کنیم، یه ماده یا یه جسم رو درک کنیم و ویژگی اون رو پیدا کنیم، با نگاه کردن بر اساس اطلاعاتی که داریم، بر اساس اطلاعاتی که داریم یک مدل از اون میسازیم. ما میخوایم کره زمین را علی اکبر درک کنیم، میخوایم بفهمیم کره زمین چطوریه، میخوایم بفهمیمش، اطلاعاتی ازش به دست بیاریم. خب چیکار میکنیم آقا؟ اول یه مدلی ازش میسازیم علی اکبر، میتونیم یه مدلی بسازیم ازش. گاهی اوقات یک جسم بزرگ را کوچک میکنیم، مثلا کره زمین خیلی بزرگه، میایم چه کارش میکنیم؟ اطلاعات میخوایم ازش به دست بیاریم، خیلی کوچیکش میکنیم، کوچیکش میکنیم به شکل یک جسم کوچیکش درش میاریم به اطلاعات به این الان من اینو یه لحظه صبر کن، یه لحظه اینو میبینی؟ آره. این مدلی از کره زمینه. بعضی وقت برای که ما اطلاعاتی ازش به دست بیاریم میایم اون جسم بزرگ رو کوچک میکنیم، بعضی وقت میایم یه جسم کوچک را بزرگ میکنیم، یه جسم خیلی ریز را که اصلا با چشم من دیده نمیشه، میایم ازش یه مدلی میسازیم. مثل چی؟ مثل چی؟ آقا مثلا آقا ما بخوایم مثلا بخوایم اشیا بزرگ رو بفهمیم چجوری ساخته شدن، اونا رو کوچیک میکنیم، اشیا کوچیک رو بزرگ میکنیم. خب این به این میگیم چی؟ به این میگیم چی؟ به این میگیم چی؟ به این که کوچک کردیم، به این که بزرگ کردیم بهش میگیم چی؟ بهش میگیم به بهش میگیم مدل ساختیمه، مدل. بهش میگیم یه مدل. الان من یه مدل ساختمه، اما اگه بیام یه مثلا جسم خیلی کوچیکی داشته باشم که حتی با چشم دیده نمیشه، با میکروسکوپ دیده نمیشه، بیام اینو چیکار کنم؟ بیام اینو بزرگ کنم، اونم در واقع اومده چیکار کردمه؟ مدل ساختمه. مثلا ما میتونیم مدل اتم را بسازیم، مدل اتم را میتونیم بسازیم. خب برای که چرا مدل را میسازیم علی اکبر؟ چرا ما مدل میسازیم؟ آقا برای بزرگ یا کوچیک کردن یک جسمی و
گرفتن اطلاعات. بله، گرفتن اطلاعات، برای که اون اطلاعاتی ازش به دست بیاریم، برای که با یک نگاه کردن به اون بفهمیم که این چیه. خب یه لحظه، خب حالا من اینو میگم زیرش خط بکشین به کلاس تموم انشالله. خب بخون اتم ها اینجا تا اینجا آموختی، سطر سوم را بخون، سه خط مانده به آخر بخون، سه خط مانده به آخر. برای درک رفتار مواد و برشن ها مدلی برای نمایش مواد ارائه کرده هم. پس برای درک، بچه ها زیرش خط بگه چرا مدل ارائه میدهن، چرا مدل مینویسید، چرا مدل ارائه میدن؟ برای درک رفتار مواد و بررسی آنها. خب بخون. در این مدل اتم ها را به صورت گلوله های کروی نشان میدهند. احسن. در این مدل، پس اگه از شما پرسیدن در مدل اتم ها را به چه صورت علی اکبر نشون میدن، اتم ها را به چه صورت در مدل نشون میدن؟ به صورت اتم ها را به چه صورت در مدل نشون میدن؟ بچه ها یک کلمه بگین به تموم دیگه. بزرگ یا کوچک؟ نه اتم ها را به چه صورت در مدل نشون میدن؟ کروی؟ گلوله های کروی، مثل صفحه بعد. پس اتم ها را به چه شکل نشون میدن؟ اتم ها را به چه مدلی نشون میدن؟ گلوله های کروی. بچه ها درسون تا همین صفحه فعالیت صفحه 20 تا فعالیت صفحه 20 اینجا علی اکبر علامت بزن، گوزدگی برای من بگو تا اینجا آقا درس دادیمه. خب من بچه همه تون رو فهمیدم که کیا دار کلاس هستن کیا نیستن و دیگه خداحافظی با تون میکنم. خداحافظ شما. خداحافظ.